دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با 7 نشانی اصلی کمبود زینک در بدن آشناتون کنیم. با ما همراه باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. زینک یا روی یک ماده معدنی ضروری است که برای حفظ سلامت خود به آن نیاز داریم. این ماده علاوه بر آنکه به رشد بدن و ترمیم زخم‌ها کمک می‌کند، در عملکرد مناسب سیستم ایمنی بدن نقش دارد و از لخته شدن خون و مشکلات تیروئیدی جلوگیری می‌کند. امروز کمبود زینک به مشکلی بزرگ در سراسر دنیا، حتی کشورهای پیشرفته، تبدیل شده است. تا جایی که کمبود این ماده پنجمین عامل ابتلا به بیماری هاست. بنابراین آگاهی از علائم این کمبود ضروری است. با 7 نشانی کمبود زینک آشنا شوید. همراه فارسی مدیا باشید. مورد اول، دیر رشدی یا کم رشدی. برآورده نشدن استانداردهای رشد بدن از جمله ناکارآمدی سیستم ایمنی میتواند از نشانه های کمبود زینک باشد. تحقیقات بر روی ورزشکاران نوجوان به ویژه ژیمیناست ها نشان میدهد کمبود زینک منجر به کم شدن تعریق و کاهش جذب بعضی از مواد غذایی میشود. مورد دوم، بدخلقی. کم بودن انرژی، افسردگی و بیماری هایی مثل اختلال کم توجهی، بیش فعالی می توانند در اثر کمبود زینک باشد. هر زن و مرد بالغی روزانه نباید بیشتر از 40 میلی گرم زینک مصرف کند، اما میزان آن بسته به سن و شرایط بدنی مثل بارداری یا شیردهی متفاوت است. برای جلوگیری از کمبود زینک باید یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید. با یک رژیم غذایی متعادل شامل سبزیجات، میوه های تازه، غلات کامل، پروتئین های کمچر و چربی های سالم می توانید بدن خود را به خوبی تغذیه و سلامتی آن را حفظ کنید. مورد بعدی، کند بودن روند ترمیم زخم ها. مشکلات پوستی به ویژه زایات پوستی هم می تواند یکی از نشانه های کمبود زینک باشد. اگر مشکوک به کمبود این ماده هستید، حتما به پزشک مراجعه کنید. نشانه های کمبود این عنصر می تواند بسیار گسترده و عمومی باشد، مثل شکم درد، ریزش مو، بی اشتهایی و کند بودن روند بهبود زخم ها. به علاوه ممکن است این کمبود باعث افسردگی و یا بروز اگزما یا درماتیت در شما شود، به ویژه اگر این مشکلات پوستی در اطراف دهان یا مقعد به وجود بیاید. مورد پنجم، اسهال. اسهال یکی از رایج‌ترین نشانه های کمبود زینک است. اگرچه علائم کمبود این ماده در هر کس متفاوت است، اما با وجود این کمبود مشکلاتی مثل اسهال و تهوع ناگهانی را بیشتر از معمول تجربه می کنید. بریم سراغ مورد ششم، حالت تهوع. حالت تهوع هم می تواند نشانه کمبود زینک باشد و هم نشانه سوء مصرف آن. این سوء مصرف بیشتر در خصوص مکمل های داروی حاوی زینک رخ می دهد و در اثر مواد غذایی نیست. مثلا در صورتی که هر روز یک تن خرچنگ بخورید، چنین اتفاقی می افتد. اگرچه مسمومیت در اثر زینک موجود در مواد غذایی اتفاقی نادر است، اما باید به خاطر داشته باشید که عوارض سوء مصرف این ماده فراتر از حالات تهوع و اسهال است. این مسئله می تواند صدمات جدی به جداری معده وارد کند و ریسک بروز کمخونی را بالا می برد. مورد هفتم، بی اشتهایی. بی اشتهایی که با تضعیف بویایی و چشایی همراه باشد می تواند از نشانه های کمبود زینک باشد. در این حالت شما علائمی شبیه به بی اشتهایی عصبی را تجربه می کنید. نشانه های این کمبود می تواند روی عملکرد ذهنی شما از جمله نحوه یادگیری و لذت بردنتان تأثیر بگذارد. عصبی بودن و سخت شدن تمرکز هم از دیگر نشانه های کمبود این عنصر است. چطور زینک بیشتری مصرف کنیم؟ مواد غذایی بسیار لذیذی وجود دارد که سرشار از زینک هستند. از جمله غذاهای دریایی مثل صدف خوراکی و خرچنگ، گوشت گاو، مرغ و بره، مغزهایی مثل بادام و حبوباتی مثل نخود و لوبیا، محصولات کاکائویی و تخم کدو. توجه داشته باشید که بهترین روش برای دریافت مواد مغذی مصرف آنها از طریق مواد غذایی است. با این کار می توانید از متعادل بودن وضعیت بدنتان و تغذیه شدن به اندازه آن مطمئن شوید. با این حال کسانی که گیاهخوار هستند و یا آلرژی غذایی یا اختلالات معده‌ای روده‌ای شدیدی دارند، می توانند از مکمل‌های داروی حاوی زینک استفاده و از کمبود این ماده در بدن جلوگیری کنند. اگر تصمیم دارید از مکمل‌های زینک استفاده کنید، ابتدا حتما با یک پزشک مشورت کنید تا جلوی عوارض مضر یا ناخواسته مصرف این ماده را بگیرد.
ممنونم که همراه فارسی مدیا بودید. شب و روزتون خوش.